سلام به شما همراهان همیشگی رادیو سلامت، امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. من پگاه هستم و در این ویدیو تمام درمانهای خانگی برای رفع درد مفاصل رو بهتون معرفی میکنم. پس با من همراه باشین و همینطور لایک و سابسکرایب کردن ما رو هم فراموش نکنید. اگر درد زانو، دست‌ها، لگن و یا مفاصل دیگر را در بدن خود احساس می‌کنید، اغلب این یک نشانه رایج از آرتروز است. علاوه بر درد، برخی از علائم دیگر مانند قرمزی و تورم در اطراف محل اتصال مفاصل و سفت شدن آن نواحی هم وجود دارد. و اما درمان‌های خانگی، زردچوبه. زردچوبه یکی از بهترین درمان‌های خانگی آرتروز دست و ورم مفاصل است. زردچوبه التهاب و درد از جمله ورم و حساسیت مفاصل را کاهش می‌دهد. اگر به شیر حساسیت ندارید، یک لیوان شیر را با پودر زردچوبه بجوشانید و قبل از اینکه به رخت خواب بروید آن را مصرف کنید. گزینه دیگر استفاده از آب جوش با کمی زردچوبه و نوشیدن آن است. چای زنجبیل و زردچوبه. این ترکیب به عنوان یکی از مؤثرترین درمان‌های خانگی آرتروز دست و ورم مفاصل است. زنجبیل و زردچوبه هر دو ضد التهاب هستند و به بهبود روماتیسم و التهاب مفاصل کمک خواهند کرد. مواد لازم: دو فنجان آب، نصف قاشق چای خوری زنجبیل و نصف قاشق چای خوری زردچوبه. اول از همه آب را بجوشانید و سپس زنجبیل و زردچوبه را به آن اضافه کنید. حرارت را کاهش دهید و اجازه دهید به مدت 10 الی 15 دقیقه بجوشد. بعد از آن شربت آماده ای استفاده است. می توانید دوبار در روز از آن لذت ببرید. جوانه ماش. ماش هم یکی از بزرگترین درمان‌های خانگی آرتروز دست و ورم مفاصل است که به لطف وجود اجزای بسیار سودمندی که در خود دارد، یکی از پیش نیازهای لازم برای درمان التهاب مفاصل است. مواد لازم: 3 قاشق سوپ خوری جوانه ماش و 2 حب سیر. اول از همه جوانه ماش را برای یک شب بخیسانید. صبح روز بعد آن را از آب در بیاورید و بعد سیر را له کنید و به آن اضافه کنید. باید از این ترکیب دوبار در روز مصرف کنید. برای اینکه طعم بهتری به آن بدهید می توانید از کمی نمک و فلفل استفاده کنید. دانه های شنبلیله. دانه های شنبلیله سرشار از فیبر و پروتئین و حاوی بسیاری از ترکیبات مفید دیگر نظیر آهن، ویتامین آ، ویتامین سی، ویتامین B1، فلانوئیدها و دیگر آلکالوئیدها است. علاوه بر این به دلیل خواص ضد التهابی دانه های شنبلیله به طور سنتی برای تسکین درد ناشی از ورم مفاصل و نقرس مورد استفاده قرار می گرفته. شما می توانید دانه های شنبلیله را یک شب بخیسانید و صبح روز بعد آب آن را دور بریزید و سپس دانه ها را بجوید. گزینه دیگر برای استفاده از این گیاه مصرف پودر دانه های شنبلیله است. اول از همه یک قاشق چای خوری از پودر را به آب ولرم اضافه کنید و این مخلوط را هر صبح برای 2 تا 3 ماه در حالت ناشتا بنوشید. دانه های کنجد. کنجد سرشار از اسیدهای چرب، منیزیم، مس و کلسیوم است که به کاهش التهاب و درد کمک می کنند. یک شب کنجد سیاه را در آب بخیسانید و صبح روز بعد یک فنجان از این مخلوط را مصرف کنید. رازیانه. استفاده از رازیانه یکی از بهترین درمان‌های خانگی آرتروز دست و ورم مفاصل است. عصاره رازیانه باعث افزایش خواص آنتی‌اکسیدانی آن می‌شود. به علاوه آنتول که مؤلفه اصلی این عصاره است، به کاهش التهاب کمک می‌کند. علاوه بر اینها ویتامین C که در رازیانه وجود دارد، رادیکال‌های آزاد را خنثا می‌کند که به نوبه خود از وخامت و درد مفاصل در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید و آرتروز جلوگیری می‌کند. مقداری از دانه‌های رازیانه را بکوبید و به یک فنجان آب داغ اضافه کنید. روی آن را بپوشانید و بگذارید برای حدود 10 دقیقه دم بکشد. حالا این چای معطر در اختیار شماست. می توانید این چای را 2 تا 3 بار در طول روز بنوشید. نوشیدن شیره چغندر. نوشیدن شیره چغندر یکی از مؤثرترین درمان‌های خانگی برای آرتروز است. این محصول حاوی مقادیر زیادی از مواد معدنی با ارزش، نظیر کلسیم، منیزیم و پتاسیم است که برای مقابله با ورم مفاصل در طول سال‌های طولانی مورد استفاده قرار می‌گرفته. مواد لازم: 1 قاشق سوپ خوری شیره چغندر و 1 فنجان آب گرم.
اولین مرحله این است که آب گرم را برداشته و سپس هر روز شیره چغندر را در آن ریخت و بعد آن را بنوشید. مرسی که با من همراه بودین. امیدوارم تنتون سالم و لبتون خندون باشه. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.